مغرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در مغرب کار ما چنینه. آقایدی حالا این شاغل شدن آقا جون دیپورتو منتفی میکنه دیگه نه؟ اگر صاحب کارت اعلام نیاز کنه به این نیروی متخصص، اقامت رو شاخشه. شما چند وقت اینجا مشغول کار شدین؟ از دیروز. کی قراره دیپورت بشین؟ هفته دیگه. این که خیلی سخت شد. ادی مطمئنی کار من درست میشه دیگه ها؟ خودتون آشنای کلوف نداری؟ آشنا که دارم، نمیدونم کلوفته یا نه. این مشکل دوست ما که حل شدنیه به حمدالله. چرا که نه؟ گویا پرونده جناب آقای ناصر اکبری دست شماست، درسته؟ درخواست بررسی تمدید موقت اقامت مهاجران دیپورت شده باید حداقل یک ماه قبل از دیپورتشون به دفتر اداره مهاجرت ارسال بشه. ایشون هفته آینده تاریخ دیپورتشون. قضیه اقامت با ازدواج و اینا چی شده که دنبالش نگرفتی؟ ناصر ببین فردا باش زودتر باشه بیا آژانس که دو سه تا خونه واسه من بروش، من حال مامانم بگیرم. من دیگه آژانس نمیام. آقا جونم دیپورت شده زمین. همیش رای نیست؟ نه متاسفانه. چرا دیگه یه راه دیگه داره، اینکه یه بانوی مریخی راضی بشه بیاد آقا جونو بگیره، اونم با وضعیت اخیری که براش پیش اومده. من میگیرمش. بله؟ من ناصر میگیرم. اگر بفهمن که ازدواج سوریه برای اقامته در جا دیپورتتون میکنن، بعد خیلی طبیعی رفتار کنید، بعد فکر کنن که عاشق هم شدین و ما هم ازدواج کردیم. دیدی تکون خورد؟ دیدی تو دیدی؟ شاهده تو را بودم نهیدم. دو سان تکون خورد قشنگ، دو سان تکون خورد. شما میگی تکون خورده، حتما تکون خورده. تو چرا یه جوری میگی انگار تکون نخورده؟ همه چی جوری گفتم؟ میگم تکون خورده دیگه. تو دیدی تکون خورد؟ ندیدم. ساعت چندی؟ خرابه خوابیده. ساعت تو درسته دیگه؟ آره دیر نکرد؟ دیر چه موزیک خوبه. ناصر اکبری مادر جان از این طرف.
این چیه مارا؟ این چیه؟ با من ازدواج میکنی ناصر اکبری؟ نه آقا جون چقدر منو سورپرایز کردی؟ مام همینطور. خیلی وقت بود که میخواستم به تو بگم که با من ازدواج میکنی؟ راستشو بخوای؟ خیلی یه دفعه ای شد الان آمادگیشو ندارم باید به فرصت بدی فکر کنم نفشه بابا مدکه زمینی فکر کردم مسخره شد این دختره خره چرا اینجوری میکنه مارا چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ نیدی جلو بقیه چی منو سبز کرد؟ دی خوب قرارمون این بود که بقیه شک نکنن خوب تمرینم کردیم که یه تمرین کردیم که اینجوری من جلو بقیه زایه بکنه خیلی خوب میگم زود قبول کن این دفعه خب نه بعد بگی دفعه خیلی خوشحال بر بشه باشه خیلی خوشحال بشه بیا 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 بگی بگی بهش میگم قبول کن دیگه بیا ببینم باشه آخوشم اینو بده من بگو بله چی میگی؟ بله 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 خیلی خوب بخنده 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 یه خنده بله با اجازه همه کوچیکترا بله اینو بده بهش دستتو بیار جلو خب بارو دستتو بیار جلو بخور دستش تموم شد رفت تو رفت تو تموم شد رفت افتخار عروس بانو آقا داماد همه نه فقط عروس و داماد چای مهمون کافه بزن موزیکو بدتر شکل اجراش کردیم ولی تمام شد فکر نکنید کار تموم شده قسمت سختش مونده راستی آزمایی چیه؟ بازرس میفرستن داستانتون رو چک کنه که فیلم نباشه اگر به مورد مشکوکی بر بخوره میتونه کل قضیه رو هوا کنه ای بابا چقدر مکافات داره اخواتم باشه آره اخدامه بدون تو نمیتونم نفس بکشم حالا کی میاد؟ معلوم نیست که سرزده میاد که مچ بگیره برای همین 24-40 بعد آماده باشی همون کارهایی که میکردین رو بکنید برید بیرون نامزد بازی الانم که توی خونه دارین زندگی میکنی این خیلی خوبه نگران نباش من همینجا میمونم از جام تکون نمیخورم ولی به نظر من اینجوری که یه ذره مشکوکتره اگه گاندی؟ گاندی؟ گاندی تو اونجا چی کار میکنی؟ من صداش زدم بیاد اینجا عکس بگیرم برای مورد تبلیغاتی من انتخاب شدم به عنوان چهره تبلیغاتی نلگام نه دیگه دوباره شد نیلگام گلشینی گرفتم رفتم خونه یلو باش آشتی کردم آره انتخاب شدم به عنوان چهره تبلیغاتی نلگام ای بابا باز میگه نلگام نیلگام بابا تبریک میگم چی هست؟ بابا رو پوستر برده ببینیم بابا چی نوشته؟ چی؟ نیلگام شما رو به دانشگاه میفرسته حتی بدون داشتن آیکیو آخه بچه من معروف شد خیلی معروف شد پسرم به افتخار میکنم فریختی آقای ربات میشه بیایم بقیه عکسامون بگیریم ای بابا باز میگه ربات هی میگه ربات من ربات نیستم انسانم ای بابا اینو ریستارتش کن عمو از صبح این دفعه سومشه خب داشتم چی میگفتم بازرس بله هر لحظه باید منتظر باشین بازرس از در بیاد تو داستاناتونو با هم هماهنگ کنید که یه موقع سوتی ندید اینجوری که جلو من میپرید به هم جلو بازرس بپرید پرونده پر ناصر دیپورت به من نمیخواد بگی به ایشون بگو که یه دفعه قاطی میکنه همه چی رو میریزه به هم مثل جنین خواستگاری دیدی چیکار کرد چون من بلد نیستم ادا در بیارم من خود واقعی من بلد این دبنم یاد از اینه که این حرف رو میزنه بچه ها دوباره شروع نکنی تو خوبه یه اخلاق خوب نداری بعد بقیه یه اخلاق همه اخلاق گنده نه مارا جون دیگه همه گند نیست چرا بیشوری بی ادبی پرروی گنده قلدری وحشی حرف میزنم رو حرفان حرف میزنی یکی میگم شرط جواب هم میدی ناز من نمیکشی رو پس حرف هم میپری تموم شد وحشی رو گفتم بله گفتی تموم شد پس حالا بزن من بگم نه آقا جو بگم تو لوسی نوناری بی تربیتی بزرگ و کوچیک سرت نمیشه فهم میکنی خیلی سرته ولی هیچ جا حالید نیست بعدش هم که فهم میکنی همه نوکر کفرت هم باید کارت انجام بدن از بالا همه رو نگاه میکنی اگه خوشگل نبودی هیچکی پشکل هم بارد نمیکن آقا جون
خوشگلم؟ از تو خودم میدونستم خوشگلم، ولی تو گفتی خوشم آمد. تو هم خیلی خوبی. من یه فکر به ذهنم رسید، تا من میرم دوش بگیرم زنگ بزنی برامون غذا بیارن با دو گلالش کی موافقه؟ بس زنگ بزنیم دو گلالش نانا زنگ بزن یه غذای عطاردی اسپشیال بیار واسه من تا من دوشم بگیرم. بمیرم برای اون مردی که واقعا میخواد شوهر این بشه. واقعا فکر میکنه خوشگله؟ خوشگل ندیده، واقعا شوته. خیلی شوته، خیلی. ولی حیف که خوشگله. خوشگله خوب. من این چیزا سرم نمیشه، ویرای منو مفت از چنگم درآوردی، منو میخوام برم شکایت کنم. خب آخه آدم به این آقایی، به این خوشمزگی، به این خوش اخلاقی چرا انقدر عصبانی؟ دیدی قزمی تا وقتی عصبانی میشن بوی بستنی وانیلی میدن؟ دیدی؟ بابا بس کنین دیگه، ما خوردنی نیستیم. این هزار بار دقیقا خیلی این کارتون زشته. نه به خشونت علیه قزمیتا، نه به خشونت علیه قزمیتا. دمت گرم. چه جالب تپا، یه لحظه صدات شبیه اون آقای معترض نقابدار شد. آره صداهاتون خیلی شبیه همه. نه فکر نکنم، من امروز یکم صدام گرفته به خاطر همونه. راستی از اون چه خبر؟ زنده است؟ دستگیرش نکردن؟ خیلی وقت ندیدمش. نه بابا، پیروز تو میدون بود، داشت برای بیمه و بازنشستگی این ربات‌ها داده بیداد می‌کرد. اینا که تو همه کار دخالت میکنه. به نظرتون خوشتیپ نیست؟ خوشتیپ؟ اون که همش زیر نقابه، چیزی دیده نمیشه. صورتشو که تا حالا کسی ندیده، ولی کلن موجود جذابیه. یه قانون شکن خطرناک مرموز. راستشو بخواید من روش کراش دارم. جان من، ای شیطون خلافکار پسند. بابا بحثو عوض نکنی، من میگم وانیلی میاد. دکتر جان به عصبانی شده. دکتر جونم چطوری این ورا؟ چی شده؟ به به چه بویی؟ میخوام ویلامو پس بگیرم. هی تکرار میکنی؟ شما اون ویلا رو فروختید تموم شد رفت. نخیر، من قیمت ملکمو نمیدونستم، شما 10,000 تا برام فروختین. امروز شنیدم که ویلای بغلی با اینکه ملک من کوچیک‌تره 30,000 تا فروخته. 30,000 تا؟ قیمت منطقی که یهو جهش پیدا نمیکنه. شما میدونستین ولی به من نگفتین. اتفاقا میکنه دکتر جون. حالا من برای جبران میکنم که هیچ، یه کاری میکنم سودم بکنی. خوبه؟ چجوری؟ میگم چجوری؟ خب بابا دکتر چقدر نرو شدی، بهت میگم. ببین یه منطقه هست تو مارینریس به اسم گودال گیل، یه منطقه بکره. گیل که متروکه است. الان متروکه است. سه ما دیگه بهت میگم. راست میگی؟ من طالب دروغ گفتم؟ تو سرمایه گذاری کن بسپار به من، سه ماهه زمینای اونجا رو در برابر میکنم. در برابر که دیگه چاخانه. ببین تو من نشناختی، شما مریخی ها قدر مریخاتون رو نمیدونین. من اگه خدا قسمت کنه و بمونم تو مریخ، قیمت مریخای مریختون رو به عدد واقعیش میرسونم. خب کن با بانو مشورت کنه. مشورت کن، مشورت همیشه خوبه. این آقا جون من یه شامه تیزی داره برای پیدا کردن ملکای اوکازیون. از وقتی اومدن اینجا دست رو هر چی گذاشتن قیمتش 3-4 برابر شده. آفرین. بده. من میخوام برم آشپزخونه، چایی میخوری؟ آره، دستش رو گذاشتی رو چشت. هیچی، یه خورده سرم درد میکنه. بلش کن، چایی برای پنتی عزیزم. یه دونه چایی هم واسه دکتر ما بریز. یه دونه هم برای من. مارا عزیزم، مهمون ویژه داریم. بله، عشق مثل یه برق گرفتگی میمونه، یه دفعه گلو آدم میگیره دیگه ول نمیکنه. به قول شاعر، عشق لهیب دو نگاهه. نمیدونم چه قشنگ. این لهیب یعنی چی؟ لهیب یعنی
خفن، یعنی پشم ریزون. نگاه به این هیکل گوریلش نکنینا، خیلی رمانتیکه همسرم. پس شما ظرف دو روز عاشق شدین و تصمیم به ازدواج گرفتین؟ بله دیگه، یه عشق این چیزا سرش میشه، یه آدم به خودش میاد که هم میبینه که آخه برش بعد اینا رو برای شما توضیح بدی. اگه من مامانم میگم میگه که چی بفرمایید بفرمایید چای بفرمایید. زوج مذکور منزل شما زندگی میکنن بانو نیو اکبری، درسته؟ بله، قدمتون رو تخمه چشای من. یعنی دارن اذیتتون میکنن؟ نخه، این یک اصطلاح زمینیه، یعنی که من از حضورشون خیلی خوشحالم. بانو شما که ثروتمند هستین، چرا نمیرین منزل خودتون؟ چرا اومدین یه جایی مثل نیو کرج، اونم منزل فامیل شوهر؟ وا ببخشید، نیو کرج چشه؟ خیلی هم خوبه، تازه انقدر این اخیراً پیشرفت کرده. شما بفرمایید. من بفرمایم. میخوام بدونم که قصد دارین تا کی تو این منزل فامیل شوهرتون باشین؟ خب هر وقت که هایجا شروع سر ماست. استلاره. خب؟ خب لونا قبل از اینکه فامیل شوهر من بشه دوست من بوده. خب خونش خیلی به من خوش میگذره. خونه مال خودتی عزیزم. میدونم. آه یعنی منزل ایشون متعلق به شماست؟ استلاح. نه، بعد به خودمون یه خونه ویلایی گرفتیم نزدیک آتش بشه، مثلا توش بازسازی کردیم، حالا بازسازیش تمام بشه میریم خوش و خورم اونجا. البته شاید هم خونه رو عوضش کنیم. نه دیگه، من تا حالا شیلات هیمالیایی نداشتم، بریم اونجا دیگه. ایتالیایی بعدش هم که حالا در موردش بعدا حرف بزنیم. لطفا مدارک و آدرس دقیق ویلاتون رو برای من ارسال کنید. آره حتما، بعدش هم اگه شما موردی اونجا خواستین من... بانو لطفا به این سوال من دقیق و درست پاسخ بدین. میخوام بدونم شما با این شرایطی که دارین، خواستگاری هر مردی که برین جواب منفی نمیشنوین. چرا ایشون؟ چرا یه مرد سبز کوتاه همسطح خودتون نه؟ خب خوشم اومد ازش. دقیقا از چه چیز این مجموعه خوشتون اومده؟ خب خیلی چیزا داره. خب خیلی باش بهم خوش میگذره. اصلا وقتی نیسته اصلا جاش خالیه، اصلا خوش نمیگذره، خوب نیست. منم همینطور. آره. آره خیلی اخلاق داره که واسه من دوستم. واسه بیشوره، بی ادبه، گنده، دیلاقه، وحشیه. واسه ده حرف آدم میپره، ناز آدمو نمیکشه. منم یکی میگه چهار تا جواب آدم میده. دیگه کاری کرد اصلا برمی. بعد شما همه اینا رو فضیلت میدونی؟ این که گفته که نمیدونم چیه، ولی خب از این مرد توی مرلی خیلی کمه. جالبه، پس قاعدتا باید باور کنم که شما هم به خاطر پول و اقامت نیست که عاشق ایشون شدین و میخواییم باش ازدواج کنیم. اتفاقا به خاطر همین هست. ایسکاش کردم. خب اگه بگم که به این چیزا فکر نکردم دروغ گفتم، ولی در نهایت این بوده که گلون پیشش گیر کرده. استلا اینو بلدم. شما شاید اولش که مارا رو میبینین فکر کنین دختری باشه که لوس و نونر و بی تربیت و بزرگ و چیک سرش نشه و همه رو فکر کنه که کلفت نوکرشن، ولی وقتی که بشناسینش میبینین که واقعا همونطوریه. ولی خوبیش اینه که دل و زبونش یکیه. صحیح، دلش قد یه گنجیشکه، اصلا کینه و بدجنسی توش نیست. واقعا نیستشا. بعد از همه مهمتر این که خوشگل. ناصر تو هم خیلی خوبی. تو بهتری. نه تو 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 آقا زنی که یه طوری زبونشو کرد تو دهنش دیگه اصلا صداش در نیومد. یعنی باید به جفتمون سیمرغ میدادن. سیمرغ چیه؟ یه دونه جایزه بود اون موقع به بازیگرا میدادن، خیلی معتبر بود. ولی جسارتاً آقا جون تاریخ در مورد این ببر. تاریخ منم. بله من کاملا فراموش کردم، ببخشید. ولی راست میگه آقا جون، یک جوری اینا داشتن فیلم بازی میکردن که منم باورم شده بود. فکر کن آقا جون این دختر لوسه خوشش میاد. تو فکر کن یه درصد. من حاضرم. این چه لباست قشنگه، چقدر بهت میاد. چشات قشنگ میبینه ناصرم. بابا فیلمه. آره این تکی کسی نیست.
خب داریم تمرین میکنیم که اگه رفتیم بیرون یه دفعه سوتی ندیم. آره بعد شده مثلا یکی رو بفرستاده باشن که ما رو تعقیب بکنن. آره بابا خیلی مواظب باشین، همه جا آدم دارن. آره بابا اینا خیلی بی‌شرفن. آره نازن کجا داشتیم میرفتیم؟ داشتیم میرفتیم پارادی مرسیان که لباس دامادی بگیریم. آی لباس دامادی، وای ولی لباس عروسی ما میخوام که بدوزم، خودم یه طرح دارم خیلی قشنگ بلند، بعد این میره تا بالا، بعد اینجوری پرام اینجوری ریخته میشه این بر. چه قشنگ. چیه؟ ما فکر کردیم یه مراسم قلابی بگیریم که این زنه بهمون شک نکنه. وای من دلم لک زده برای مراسم دومادی ولو قلابی. آید یه گفتیم که یه مراسم قلابی بگیریم که خیلی بزرگ باشه، بعدم که توی یکی از باقای نیوشهریار که اصلا دیگه این زنی که شک نکنه چه رفیقام هم در بیارم دیگه. بعدش هم تصمیم گرفتیم یه ماه عسل الکی بریم آندرومدا که این زنه اگه یه درصد تای دلش شک کرده بود مشکم برطرفش. من گفتم که برای اینکه اصلا دیگه یه درصد هم این زندگی شک نکنه شاید بچه دارم بشیم. ها حالا در مورد اون بعدن فکر میکنیم تصمیم میگیریم. زودم شما برای شک نکردن دیگران تن به چه کارهایی میدین؟ جالبه الکی چی جدی گرفتن. خیلی شما دوتا زرنگی، خیلی زرنگی. مگه نمیدونستم شما دوتا از هم دیگه خوشتون نمیاد؟ واقعا الان فکر میکردم از هم دیگه خوشتون میاد. ما اصلا از هم دیگه خوشتون نمیاد، اصلا ما از هم دیگه متنفری. من که اصلا نمیتونم ریختشو نگاه کنم. بیا بریم دیگه نه کجا؟ من به تابو نمیشم ها. تا پاراد مرسیم خیلی راهه، لوس نشو دیگه. ببین مارا جون، من یه مرد سنتی ام، ترجیح میدم که با بشقاب پرنده سفر کنم. به خاطر مارا ناصر. یوم ناصر همین یه دفعه به خاطر گل روی تو علکی مارا ازش متنفرم. بیا بلدی و مرسی و یه آقا جونم خوب فیلم بازی کرد نه؟ بله شصف جان، حالا که بلند شدی بی زحمت یه چایی هم برای من بریز، دست درد نکن. بلند شدم برم شارژرم بشینم، اصلا تا حالا یه لنگه پا یه ذره دارم کار میکنم نمیبینه که. بانو ببینی داری چی کار میکنه، چی رفت داری با من داره انجام میده؟ ایسی خب عزتش نکن تفلی رو. بانو دو مشت به من زد. کار نزد باشه، چایی بر من بیار. بر من بیار. یه کم کم دارم مطمئن میشم که من ربات شما. من اگه توی معدن کار میکنم. کجا رفت؟ ای من که از اولش هم از این دختره یه لوس پاسبازی خوشم نمیمن لونه. لونه‌ای؟ صد دفعه به این بابا گلابی میگم این بتابون بنجل مشتری تو نزن به شاریان من. سکت شو، سکت شو گام با اون زکایی با. یعنی شما الان یک مریخوند هستید. تبریکات ویژه منو پذیرا باشید، امیدوارم در کنار هم خوشبخت بشید. من خیلی خوشحالم ناصر. منم خیلی خوشحالم. بس خیلی. اطلاع دارید که ازدواج شما حداقل باید 5 سال دوام داشته باشه تا اقامت دائم رو هم بتونید دریافت بکنید. ای بابا همین الان دیپورتش کنه کار ما هم راحت. آره بابا کی میتونه 5 سال اینو تحمل کنه؟ من پیشبینی هام بسیار دقیق و درسته، بسیار. پیشبینی میکنم که ازدواج شما حالا حالا ها ادامه داشته باشه. ببینید که ای گفتم. امیدوارم. ای بانو بفرما شیرین دامادی. نه بعد بهش آیستی بدیم خنک.
چه خط و بانمکی. چی میگه این؟ هیچی بابا نگران نباش، من تشو در بردم، اقامت ازدواش تشه، هیچ کی نمیتونه روش انقدر بیاره. آره خوش آمد. آره اصلا خیلی زایه میشه، بعدم اصلا نمیتونه از این بیاره که گفتی. انقدر یعنی که آقای نیو اکبری، شما متاسفانه نمیتونید با بانو ازدواج کنید. نمیتونم. چرا؟ چون شما همسر بانوی دیگه ای هستید. این زنی که چی میگه؟ چرت میگه بابا، داره یه دستی میزنه. شما ثابت کنین من زن دیگه ای دارم، همین الان سوار سفینه میشم برمیگردم زمین. ببین اگه دروغ گفته باشی این شاخکات رو میکنم میذارم کف دستتا. همین الان بکن. بانو نکن واسه من، برو ببینم ناصر کو کجاست. محکول پیدات کردم ناصر اکبری. امکان نداره، این فتوشاپه. اگه فکر کردی میتونی به همین راحتی خودتو منجمد کنی و 400 سال بعد از تو یخ در بیاری و بری مریخ از دست من خلاص شی، محکولتو نشناختی ناصر، نشناختی. ناصر این زنته؟ بود 400 سال پیش. این کیه؟ زنشم. زنشی؟ کور خوندی زنی که خون خراب کن، فکر کردی میتونی شوهر منو بقاپی؟ مثل مگس لهت میکنم. میتونی بیا اون تو سرت نمیزن. بیا دیگه. چی میگه ناصر؟ چی میگه؟ صبر کن یادن، تو چرا زنده ای؟ بعد از این که گم شدی با داداشای خدا بیامرزم که الهی نور به قبرشون بباره، گشتیم و یارو دکتر خدا نیامرز رو پیدا کردیم که تو رو کرده بود تو یخ. بعد دادی منجمدت کرد؟ 10 سال بعد از اینکه گور به گور شدی یه ویروسی اومد روی زمین که زد نصف مردم زمین رو کش. منم گرفتم دیدم جون به در نمیبرم، بهزادم رو سپردم دست داداشای خدا بیامرزم و خودم اومدم خدمت شما. بهزاد که؟ پسرمون ناصر، پسرمون. بهروز نبود؟ بهزاد ناصر. ناصر تو بچه هم داشتی؟ پس لونا از کجا اومده؟ چجوری شده نواده ای من؟ آره. فکر کردی همینطوری میتونی زن جوون پا به ما رو ول کنی رو زمین و خودت بری مریخ؟ زندگی تو سیاه میکنم ناصر اکبری. الانم که دیگه دوره زن سالاریه دارم برات، میندازمت گوشه آشپزخونه بپوسی. آقای رئیس این ازدواج باطله، 400 سال از روش گذشته. گذشت اون دورانی که مردهای زمینی زنهای معصومشون رو رها میکردن و میرفتن، الان قانون در کنار زن هاست. شما هیچ وقت به طور قانونی از هم جدا نشده بودین، الان ایشون همسر شماست. بیا منتظرتم، بیا ناصر اکبری، بیا منتظرتم، بیا. مارو نذار بده. مارو ببخشید که دمت اومدی کاشتمت. من اصلا اهل ازدواج نبودم، تو رو دروسی تا اینجاشم اومدم. دنبالم نگرد، من برمیگردم زمین، خوشبخت بشی. من دندونم گرفتم به کتفش اینجوری کندم و توف کردم رو میزش. خوب کاری کردی زنی که بدذاتو. دستگیرت نکردن؟ چرا دیگه، الان ما وثیقه بیرونم، ولی میارزه جیگرم حال اومد. خب نباید این کارو میکردی دیگه، اشتباه کردی. منم همینو میگم دیگه. آره بابا، وقتی یه نفر میزنی باید یه طوری بزنی جاش نمونه که بعدا نتونه طول درمان بگیره شکایت کنه. آقا جون والا حالا ببینم، باید بره پیوندی چیزی بزنه. آقا جون.
آقا جون شاهک خودش در میاد. خب خدا رو شکر. خیلی خب دیگه الان دیگه من وثیقه گوشم بیرونم دیگه. برم اون یکی شاهکشو بکنم بیام. نه نه باز گیرم بکنم. نگفتم جاش نمونه؟ سر من دادن. وقتی هیچی نمیفهمم باید سر داد بذارم دیگه. بفهم. نفهم. اصلا بهتر که دیپورتت کردم. باشو اجارشم برو. باشو دیگه. همچنم خری ها. بازم میگه اینجا خونه منه. اگه کسی خر باشه بره تو باید بری. نازه دلم برا تنگ میشه. منم همینطور فسقه. الان که داره دیپورت میشه برای کی داره فیلم بازی میکنه؟ فیلم نیست، واقعیه. واقعیه؟ یعنی این دوتا واقعا هم دیگه؟ خیلی خوب دیگه، من الان وقت آرشگاه دارم، شب میبینم. باشه منتظرم. الان خبیش بیام میکی شاخشو میکنم. داشتم. عجب دیوونه ای حالا. ای بابا این چه وضعیه؟ چرا همه تون زانوی غم بغل کردین؟ آقا جون غم زانو داره؟ آره داره. چقدر جل... من چقدر چیزای مفید از شما تو این مدت یاد گرفتم. وظیفه جدیه عزیزم، اشکال نداره. آقا جون غم به غیر از زانو دیگه چیا داره؟ دیگه گوش دیگه. سهمیه شروور امروز تو گفتی. آره دیگه، یه سری شروورم ساعت 2 گفتی دیگه. تمام سر. او پاشو یه تکونی به خودتون بدین. یه طوری عزا گرفتین انگار من فردا صبح میخوام برم. فردا بعد از ظهر داری میری؟ او فردا بعد از ظهر. حالا امروزمون گم بزنیم توش به خاطر فردا، اونم بعد از ظهر. بیخیال بابا. عاشق روحیتم آقا جون. من شما نمیخواین بیان پیش من. نمیخواین سرزمین مادریتون رو ببینین؟ ها؟ خب دیگه حله، پس پشتین دیگه، تمومش کنی. پس من چی؟ من دل ندارم. ای بابا تو دیگه گریه نکنم. نمیتونم، داره میاد. ای بابا نیادا، بایستا. وای آقا جون، اونجا نه، اونجا میدونی قلقلکیه. میذارم پشتش، کارم ردیف میکنم برمیگردم. مگه شهر هرت بتونم من دیپورت کنن؟ مطمئن باشین زودی برمیگردم. قول میدی؟ آره بابا قول میدم. حالا ول کنین دیگه، بی خیال. یه خود بخندین. بخن. یه خود بخن واسه آقا جون. بخن. بخن دیگه. بخن بخن. آقا کی اصلا املت میزنه؟ پشتی بریم یه املت مشتی بزنیم. آه؟ به من میگن ناصر املت. بخ بخ. خب الان دیگه وقت تخم مرغه. کی میدونه کی وقت تخم مرغه؟ وقتی گوجه خوب آبش کشیده شده. باریکلا. خب پس تخم مرغو بشکن. بودو ببینم. نه آقا جان همه پوستو میندازه اونطور. بذار یاد بگیره. بشکن بابا بشکن. اصلا میخوام همتون بشکنین. بیا. تو هم بشکن. بیا اینا به گاندی هم حتی بشکنه. آره بشکن. بودو. شاد سان بودو. ایوان. آفرین گاندی. ببین کارشا خیلی خوب. حالا اینجا رو نگاه کن، اوستا رو نگاه کنیم. یه دستی نبود اینجا رو. فکر کنم این دفعه دیگه خوب شده. چطور شده؟ خوب شده. الکی؟ نه بخوری. مثل مال آقا جون نشده ولی بد نیست. بد نیست. یه کمی پیازش زیاده. چشم آدم میسوزه. آره پیازی زیاد شده، چشم ربات هم میسوزه. دفعه باید کمتر پیاز میرسه.
داداش ببخشی، شما میبینی الان یه مخ چند تومنه؟ حالاک میره؟ یا نه 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 مخلص همگی سلام علیکم سلام علیکم بیا ناصر بیا بشی پیش خودم بیا مگل چرا زحمت کشیدی عزیزم آخه ببین برای چی سوغاتی آوردم افضا گذشته است آخ دماغ چرا میزنی؟ میری رو من زام میگیری؟ حالیت میکنم بابا واسه توضیح بدم خودت خواستی پس بگی آخ میکشم ناصر